من درود به شما خوبان میگم و به مردم سرگردان و سردرگریبان ایران، مردمی که تو این سالها با دروغ و دروغگویی بزرگترها و مسئولان کشور خو کردن و خودشون هم به یک جوری با دروغ و دروغگویی کنار اومدن. در کشور ما جناب دهقانپور با این انقلاب اسلامی قرار نبوده دروغ باشه، اما هست. قرار نبوده فریبکاری و ریا باشه، اما هست. قرار نبوده سانسور باشه، اما پلیس هست. من با اطمینان میگم ما جزء 4-5 کشور اول دنیا هستیم در دروغ و فریب و سانسور. من یاد این آرزوی به خاک رفته کوروش و داریوش میفتن که میگن خدایا کشور منو از دروغ و خوشحالی دور بدار، و ما این روزا هم به دروغ دچار شدیم هم به خوشحالی مبتلا. و معتقدم چون دروغ و دروغگویی از بالا تا پایین کشور رو فرا گرفته، انتظار این که رهبر ما به سمت برگزاری یک انتخابات منطقی و درست با آری از تقلب برن، شرمنده هم که بگم یک انتظار خنده داره، مثل این که مثلا پلیس در یک خیابان یک طرفه و ورود ممنوع جلوی اتومبیل رو بگیره بگه چرا داری ورود ممنوع میشی، پلیسی که خودش داره ورود ممنوع میره چقدر میتونه خطای خودش رو به حساب وظیفه انتظامش بگذاره؟ یه بار، دو بار، ده بار، بیشتر که بشه مردم اتفاقا به اقتدارش میخندن. ما این روزا دچار یک چنین معضلی شدیم که بزرگان ما، بزرگان دینی ما سفارش درستی میدن و خودشون خطا میکنن، سفارش ادب میدن و خودشون بیادبی میگسترانن، تأکید میکنن مردم رو به رویه های درست و انصاف و پاکیزگی و خودشون متاسفانه و شوربختانه روش های نادرستی رو ابلاغ میکنن و در قیامت هاشون موازهی که اتخاذ میکنن اینها رو به مردم نشون میدن. من با اطمینان میگم دوستان عزیز، انتخاباتی در ایران توی این سالها برگزار نشده الا اینکه در اون تقلب صورت گرفته. چه از این که رهبر بگه من به کسی متمایل هستم یا نیستم، این که جناب واحدی عزیز می فرماین که آقای مهدوی آمدن یه چنین خلافی رو زدن و به هیچ تکذیب نکرد، خب ما در بستری از یک چنین داد و ستدهای ناجوان مردانه و بی ادبانه بزرگ شدیم، یعنی بچه های ما در یک چنین فضایی بزرگ شدن. من خودم چندین دوره جزو امنای مسجد محلمون بودم، از نزدیک شاهد تقلب صندوقداران و شمارندگان و آمارگیران بودم، تقلب در انتخابات، در امتداد تقلب در مراودات اجتماعی ماست. شما الان برید داخل یه مغازه یه جعبه میوه بخرید، روش یه ردیف درشت و سالم، زیرش ریز و معیوب. ما با این تقلب داریم زندگی میکنیم، بچه هامون با این تقلب تربیت میشن، یعنی بی تربیت میشن. تو ادارات شما وقتی به یک کارمند منصف و با ادب و رشوه نگیر وقتی برمیخورید تعجب میکنید، انگار یه چیز غیر عادی دیدید. تقلب در انتخابات جزی از شخصیت و هویت ما شده. از قرآن اگه مسئولین لباس بپوشن بگن ما تقلب نمیکنیم، ما هرگز باورشون نمیکنیم. چرا؟ چون بارها از قرآن لباس پوشیدن و دروغ گفتن. من برای آقای خامنه‌ای روزهای خیلی خوبی میدیدم، ایشون فرصتهای بسیار مبارکی رو هدر دادن، فرصتهای مبارکی که میتوانستن نشان بدن به دنیا که این دنیا اگر ادب بلد نیستید بیایید به داخل ایران تا ما به شما ادب یاد بدیم، اگر درستی و درستکاری بلد نیستید، اگر انتخابات و درخشندگی رو بلد نیستید جاری بکنید در سرزمینتون، بیایید ما بهتون نشون بدیم. من قبول دارم که جامعه ما در گیر و دار بسیاری از مناسبات غیر انسانی گرفتاره، اما ایشون در جایگاه یک رهبر میتوانست و هنوز هم من نقطه امیدی به ایشون دارم که میتوانند کارهایی بکنند و از این مخمسه بزرگ ما رهایی پیدا بکنیم. و من شرمنده هم، خیلی افسوس میخورم نسبت به اقتداری که ایشون دارن، اقتداری که مثل یک کوه یخ آب شده و چیزی از او پیدا نیست، اون زیر هم خبری نیست، متاسفانه اون زیر هم خبری نیست. آقای نوریزاد، اقتدار خود ایشون تباه کردن. در میان این چهره‌های شاخصی که در نظر سنجی ابتدای برنامه مطرح کردیم، فکر میکنید که آقای خامنه‌ای نظرش به سمت کدامی که از اینها متمایل هست؟ اگه میشه خیلی کوتاه بفرمایید. نظر ایشون قطعا به سمت آقای حداد عادل. ایشون یه فردی است که به شکل خیلی خفیف بلاعزد، به شکل به عنوان یه خجل سیاسی، ایشون یه شخصیتی در حد مثلا رئیس یک
مثلا حالا خیلی تخصیص بدیم یا ارفاق بکنیم دانشگاه، دانشکده، دبیرستان، در این اندازه. ببینید آقای ولایتی شخصیت دایره المعارفی است که از خودش هیچی نداره، در ظرف اون چیزی اگه بریزن همون رو از خودش فرو میچرخانه. آقای ولایتی مرتب میان اسلام و ایران و ملی‌گرایی و جاسوسان آمریکا و اسرائیل پرسه میزنه، اما همیشه برای اینکه گم نشه یه دستش به ریسمان ولایت بنده. ببینید یک چنین شخص، ما به یک خلأ نخبگی گرفتار شدیم. این افسوس بزرگ و هماره بنده است. این روزها ما از بس بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب نخبگی و شأن نخبگی رو در این سرزمین فرو کفتیم، امروز به تخت و رجالی مبتلا شدیم که مثلا آدم هایی مثل مصطفی پور محمدی با این دست های خونینشون باید بیان مثلا خودشون رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنن. مگه دوره های قبل نبود آقای فلاحیان؟ یعنی اینا قصابان بزرگی هستن که خونهای زیادی رو بر زمین ریختن و الان آمدن میخوان کاندید بشن. ببینید ما گرفتار آدم های مثل مشاعی شدیم. حتی من یک روز با آقای خاتمی گفتم بدا به روز ما که ما گرفتار می شدیم که یک خاتمی داریم و مثلا محبوبیتش 5 برابر دار و دسته رهبر و مثلا اطرافیان رهبر هست. ما باید روز 1000 خاتمی می داشتیم. این جریان فرو کفتن و فرو کشتن نخبگی در این سرزمین ما رو به یک قحط و رجال این چنینی گرفتار کرده. ما این روزها ببینید تو این دورها مرتب ما بین بد و بدتر انتخاب کردیم و حالا اینکه ما مستحق بودیم، ما مردمی مستحق بودیم که بین خوب و خوبتر انتخاب کنیم بله. نه بد و بدتر. الان مثلا آقای حداد عادل چه حرفی برای گفتن داره، یا مثلا آقای ولایتی یا آقای قالیباف، اینا مردمان بسیار خوب شایسته، ما قبولشون هم داریم به عنوان شایستگی فردی، ولی مثلا آقای حداد عادل نکه ننگی به اسم تقلب و ورود به مجلس متقلبانه رو مثلا با خودش چجوری میخواد حل بکنه، چجوری اینا میخواد از پس پرسش های سهمگین مردم بر بیان، از خود رهبر گرفته تا دیگران. این بگن که اگر خود خدا هم زبانم لال به زمین فرود بیاد و اگر انتخابات شرکت بکنه کاندیدش شرکت بکنه و با اکثریت خرید اتفاق آرا به ریاست جمهوری برسه، در این سیستم زبانم لال، شرمنده هم شرمنده خود خدا، زمینگیر و مفلوج خواهد شد. برای اینکه این سیستم آنچنان پرداخته شده برای از ریخت انداختن هر گونه اقتدار، هر گونه سربرآوردن، هر گونه نخبگی. حتی یکی از مشکلات ما این هستش که در این جامعه بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب اصلا دهبی اراده ای نبوده برای پرورش نخبگی. ما بکریم از این که آره پول دادیم، تکنولوژی خریدیم، اسمش رو گذاشتیم سلول های بنیادیم، اسمش رو گذاشتیم انرژی هسته‌ای، دانش هسته‌ای، بومی کردن دانش هسته‌ای، بکریم از این قضایی ها. اما نخبگی در کلیتش در این جامعه فرو کشته شده. همینه که دستوار رهبر ببینید به عنوان امام جمعه آدم های خیر و کوچکی رو میذارن به عنوان امام جمعه، ندارن و یاد نخواستن که زمینه‌ای برای پرورش نخبگان فراهم بوده باشه. من دیداری داشتم با جناب آقای خاتمی اخیراً، ایشون از من پرسید که فکر می‌کنی من چقدر امکان حضورم در انتخابات هست. من به ایشون با اعتنا به همین صحبتی که رهبر در مشهد کردن که به ایشون گفتم که من نگاهم این هستش که رهبر فضا رو برای حضور امثال شما فراهم خواهد کرد. شاید خوشباوری من این رو میگفت. آقای خاتمی من گفت من 1% هم احتمال نمیدم اینها زمینی برای حضور من فراهم بکنن، به خاطر اینکه سالها این دش رو کوفتند و در پیش پای من در روی مخوف ایجاد کردن که من اصلا وارد این فضا نشدم. حالا خودشون نمیان این فضا رو بپردازن. ایشون میگفت 1% احتمال این که من شرکت بکنم نیست، یعنی نمیگذارن که شرکت کنم. به همین دلیل ما رفتیم سراغ آدم های دیگه. چند تا مثال زد، گفت مثلا ما در اطراف این آدم ها داریم فکر میکنیم که اون آدم ها زندگی که خوب بودن مثلا عددی نبودن، یعنی مثلا در جایگاهی نبودن که بخواد مردم اونها رو بشناسن. من به ایشون گفتم آخه آقای خاتمی اینها که در اندازه نیستن با همه خوبی هایی که دارن که مثلا بخواد در برابر مثلا طرف مقابل قد علم بکنه. ایشون حتی اینم گفت که اگر آقای ناصر نوری هم کاندید بشن به خاطر
نوع نگاهی که اخیرا ایشون پیدا کردن، من شخصا از ایشون حمایت خواهم کرد. و من افسوس خوردم، گفت چرا افسوس میخوری؟ گفتم که من خیلی دلم به حال این جامعه میسوزه که ما بعد از این همه سال، بعد از 34 سال به روزی در افتادیم که حالا مثلا گزینه های ما اینها باشن و ما دنبال چرا خوبه برداریم، دنبال آدم هایی بگردیم ببینیم کی مناسب هست. ببینید آقای احمدی نژاد دوره قبل 5 برابر نیاز کشور شکر وارد کرد و شرکت های تولید کننده کشت و صنعت نیشکر رو که دولتی هم بودن به خاک سیاه انداخت و با پول اینها زمینه مثلا تبلیغات خودش رو برای همون دوره سال 88 فراهم کرد. این دوره اینا اتومبیل هایی که هم قیمت فراوانی وارد کردن و پول هنگفتی از این دوره بازم انتخابات کنار گذاشتن. خب دوره آقای خاتمی هم همینجور بود، به پیمانکارها پروژه هایی رو دادن، از قبل و هزینه هایی رو برداشتن. یعنی میخوام بگم یک رفتار نامبارکی در میان ما شکل و قیافه مقبول پیدا کرده و ما به یک چنین روزهایی دچار شدیم که آقای خاتمی الان بغض گلوگیر رهبر شده و الان باور کنید تمام هیاهوهایی که اینجا هست، شریعت مداری کیهان از یک طرف، مجلسی های یک طرف، امام جمعه ها از یک طرف، به خاطر اینکه آقای خاتمی نیاد. من با ایمان میگم آقای خاتمی 5 برابر شخص خود رهبر در این جامعه مقبولیت داره. این رو به سخن فرسیایی که خودشون کردن میگه، یعنی اصلا تمام جمعیت اطراف رهبر و خود ایشون جمع بشن، آقای خاتمی 5 برابر ایشون مقبولیت دارن. ولی آقای خاتمی میگم خدا هم بیاد کاری نمیتونه بکنه، خدا هم اگر بیاد و کاندید بشه کاری نمیتونه بکنه، بخاطر اینکه خدا هم اگر بیاد در برابر سپاه پاسدارانی که با اسلحه خودش در مناقصه های سوری شرکت میکنه و درو میکنه همه مناسبات رو، باید مواجه بشه. به هر حال من معتقدم که باید استقبال کنیم. من ازون این نکته رو بگم، این صحبت رهبر که ایشون میفهمن همه سلیقه ها باید که شرکت کنن، من میگم اتفاقا بریم استقبال بکنیم و از ایشون تشکر بکنیم به خاطر این نگرش. و باور من اینه که میتونیم اینو به عنوان آزمون یا آخرین آزمون ایشون تلقی بکنیم، بگیم جناب آقای خامنه‌ای ما ممنون شما هستیم به خاطر این حرف شایسته که همه سلیقه ها که دلشون برای این کشور سوخته میتونن بیان و در انتخابات شرکت کنن. منتها اون متر و مقیاسی که باید اندازه بگیرید که چه کسی دلش برای این نظام سوخته، اون دست کیه؟ مثلا برادران عسکرولادی دلشون برای این نظام بیشتر از آقای خاتمی سوخته، یا مثلا نمایندهای مجلس. من پریروزا رفتم منزل مادر ستار بهشتی، شما تجسم کنید یک اسکلت که بر او پوست کشیدن در یک بیغوله در انتهای یک کوچه یک متری ایشون زندگی میکرد. نماینده های مجلس جمعیت فراوانی برداشتن، تحقیق و تفاوت کشتن، آخرش شد فوت ناشی از شوک. بله. یا مثلا سیستم قضایی مونیکر میشه، پزشکی قانونی. ببینید ما در بستری از دروغگویی هستیم، در همون بستر ما استقبال میکنیم از سخن رهبر که فضا رو برای حضور همگان فراهم کنن، اگرچه میدانم این خواب خوشید که من میخوام ببینم و متعمدانه میخوام در این خواب فرو برم. این از شهرت آقای قالیباف، حالا مختصری هم از آقای بلکی استفاده میکنن برای اینکه آقای حداد عادل بالا بیاد. شما ببینید تمام دستگاه های نظارتی و انتخاباتی تحت نظر رهبری است و دولتی است و کاملا با هیاهویی که به راه میاندازن از سر صدا و سیما اون حماسه رو خلق خواهند کرد و آمار هم به دست خودشون با به صدا برافراختن پرچم در حوزه های مختلف مردم رو به صدا. به هر حال ما قبول داریم که مردمان خارج از تهران به شدت تحت تاثیر رسانه ها هستند و به صورت موش به این سمت آن سمت حرکت میکنن. به همین دلیله که میگن که معروفه، میگن در ملاقاتی که احمد نژاد با چاوز داشته، چاوز بهش گفتی که آقا چند هزار تا مگه استاد و فرهیخته هست، برو به سمت مردم عوام. یک هیاهوی به پا میکنن، اون حماسه رو سامان میدن، رأی هم که دست خودشونه. به هر حال صدا و سیما هم از صندوق های بسیار فور ازدهام فیلم برداری میکنه، به دنیا نشون میدن. و چه کسی هست که نظارت بکنه و بگه که آقا نه دروغ هست؟ یک نفر شما میتوانید نفوذ بدید در این به عنوان ناظر بر صندوق ها که بگید که آقا نه اینجا درست نیست یا اینجا درست بوده. بله. مطلقا یک تصورش هم اصلا بهمنگیزه و به همین دلیل من تا
تصورم این هستش که یک انتخابات نمایشی برگزار خواهد شد، یک هیجان، یک هیاهوی، یک بوق و کرنایی، ولی ای کاش رهبر عزیز ما، رهبر گرامی ما میدانستن که ما با شتاف و با مغز به سمت قهقرای سرنوشت خودمون داریم میریم و این روزها تکرار نخواهد شد، این مردم دیگه تکرار نخواهند شد. بله. این اختیارات، این حوزه های اقتداری که در اختیارشونه تکرار نخواهد شد. به سمت مردم روی بیارن، به سمت آینده و نیکبختی ایران. تشکر میکنم.